میدانم در سلطه آمریکای لیو در همین کم هستی. متاسفانه قدرتی ندارم آیم و همچنین دولت آیا که اجازه به این گرام بسکنم. حالا این مزدوری که در حقیقت دشمن منه نه پدر من از کانادا بلند شده اومده عراق و شده سرنگردون این مزدوران وزارت اطلاعات، این که ظاهرا یک پناهنده بیشتر نیست و من خودم از وضعیتش کاملا با خبر هستم و پول آنچنانی هم که نداره که بخواد هزینه خودش رو از کانادا به عراق بده و اقامت طولانی مدتش رو توی هتل‌های عراق رو بپردازه، اینا رو از کجا میاره؟ ای مردم ایران، میخواستم به شما بگم که این مزدوران وقتی قیام شما و مقاومت ما اشرفیا داره این رژیم رو به زمین میزنه و سرنگون میکنه، به فکر جون خامنه ایشون میافتن. اینها خانواده نیستن، اینها اپاستارن بدترن، اینها فقط به فکر جون ولی فقیه خودشونن. این همه سر و صداها و این همه فحاشیا علیه فرزندان دلیر مردم ایران که از همه چیزشون گذشتن، که برای آزادی کشورشون اومدن اینجا، فقط و فقط توسط همین مزدوران وزارت اطلاعات و پاسداران رژیمش برمیاد. خواهرای ما اشرفیا مثل خواهر اکرم جباری، زهرا جباری رو توی زندانها ناخوناشو میکشن، بعد میارن توی دادگاه و بهش اون رو محکوم میکنن. حالا چطور شده که یه سریا به اسم خانواده اشرفیا وزارت اطلاعات اونا رو میاره دم در اشرف و همه امکانات هم براشون فراهم میکنه، در حالی که خیلی از خانواده ها پارسال و سالهای قبل میومدن اشرف ولی الان توی زندان ها و زیر بدترین شکنجه ها قرار دارن و یا خیلی هاشون حبسای طولانی مدت گرفتن. الان هم هرچی اوج قیام ها بیشتر میشه دستگیری این خانواده ها بیشتر میشه و اونا رو به اتهام محارب محکوم میکنن. رژیم سال هاست که آرزوی نابودی اشرف رو داره. آخرین دوری که برای بسته شدن اشرف اقدام کرد همین پارسال 10 اسفند ماه بعد از توافق دو جانبه بین خود خامنه ای و دولت عراق بود که توطئه بر علیه اشرف شدت بیشتری پیدا کرد. محاصره، ممنوع کردن وکلا، ممنوع کردن خبرنگارا، ممنوع کردن مواد ضروری و هر روز یک توطئه. زخم نشد جوان شد، بغض وداع با شهید آه نشد تران شد، خون یلان اشرفی در رگ غیرت وطن، از خم کوچه ها گذشت سیل شد روان شد. صبح امروز پنجشنبه 29 بهمن 1388 مزدوران ولی فقیه ارتجاع که وزارت بدنام اطلاعات آنها را از داخل و خارج ایران گردآوری کرده و از 10 روز پیش به ورودی قرارگاه اشرف فرستاده بود، از ساعت 6 بامداد با طبل و سنج و تکبیر و شعارهای مرگ بر منافق از طریق بلندگوهای قدرتمندی
که نوری مالکی برای جلب حمایت ولی فقیه ارتجا در انتخابات عراق و حذف کاندیداهای ملی و میهنی این کشور در اختیار آنها گذاشته بود، با قرائت اطلاعیه اعلام کردند که تا ساعت 12 ظهر با حمایت مزدوران مسلح عراقی برای آتش زدن و به خاک و خون کشیدن اشرف حمله خواهیم کرد. مزدوران خامنه‌ای و احمدی نژاد که در پوشش خانواده به لجن پراکنی علیه مجاهدان اشرف مبادرت می کردند، به صراحت می گفتند که چرا آقای رجوی برای 4 شنبه سوری فراخوان قیام داده است؟ چرا دیشب 2 ساعت برای بچه های ایران نشست آموزشی گذاشته و پیام به نسل قیام داده است؟ ما از بچه های خودمان می گذریم ولی از رجوی نمی گذریم و او را می خواهیم. یکی از مزدوران گفت منافقین در اینجا نشستند تا اگر اتفاقی کنند، اگر نه با سلاح گرم، با سلاح سرد و یا با افکارشان وارد می شوند و نظام ما این را نخواهد گذاشت. در میان مزدوران چند زن بسیجی نیز فریاد می زدند رجوی جنایت می کند، آمریکا حمایت می کند. جالب توجه این که پس از لجن پراکنی های مزدور مصطفی محمدی، یکی از عوامل رژیم که از داخل ایران آمده بود، مشتی بر دهان او کوبید که چرا همه امتیازات را به جیب خودش ریخته و ادعا کرده است که همگی مزدوران را مصطفی محمدی به اینجا آورده است. فرد مزبور با صدای بلند گفت برخلاف ادعای مصطفی محمدی که در کانادا نشسته و هر از گاه به اشرف می آید، خود من با زحمات زیاد نفرات وزارت را از روستاها و نقاط مختلف آذربایجان گردآوری و به اینجا آوردم و حالا مصطفی محمدی می خواهد همه را به حساب خودش بگذارد. چنگ زدی که برکنی ریشه کوه نور را، سنگ به سنگ کوه ما شعله پرزبان شد، بند زدی به دست ما در طمع شکست ما، پیکر بی شکست ما تیر شد و کمان شد، تیر زدی تبر زدی بر تن بی سپر زدی، مجاهدان اشرف تهدیدهای نیروهای عراقی برای حمله به اشرف را ساعت 12 ظهر با دفتر ملل متحد در اشرف و فرماندهی نیروهای آمریکایی در محل در میان گذاشتند و تمامی اسناد و ویدئوها و عکس و تصاویر مزدوران را هم در اختیار آنها قرار دادند. روز گذشته خانم مریم رجوی در نامه به دبیر کل ملل متحد و مقامات یونامی و آمریکایی اعلام کرده بود که مسئولیت هر گونه حادثه‌ای بر عهده نیروهای مزدور عراقی است که 10 روز است مأموران وزارت اطلاعات را به ورودی اشرف آوردند. حوالی ظهر امروز شماری از مجاهدان اشرف برای ممانعت از حملات نیروهای مزدور عراقی در آزمایشی دیگر به خیابان‌های اشرف آمدند. مزدوران و بسیجیان ولی فقیه ارتجا اما به محض مشاهده تحرکات رزم‌آوران اشرف پراکنده و دست به دامان نیروهای عراقی شدند و شماری از آنان به معذرت خواهی و ندامت پرداختند و گفتند اطلاعیه‌ای که برای حمله به اشرف و آتش زدن